وذكرن ما يتلى في بيوتكن در خانهایتان من آیات الله و الحکمه، آیات خدا و حکمت که میگن دانش دین، احادیث رسول الله حکمت را تفسیر میکنن. اولین خانه ای که وحی در اونجا تلاوت شده، وحی خوانده شده، حکمت رسول الله در اونجا بیان شده، خانه امسران پیغمبر صلی الله علیه و سلم بوده است. پس یورش به اونا بردن، یورش به خانه وحی هست. تکبیر الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر. واذکرن ما یتلا فی بیوتکن من آیات الله و الحکمه. اینکه شاید خدا اشتباه کرده باشد که آیات را علیاذ بالله، شاید خدا اشتباه کرده باشد صاحبان این خانه در آینده انسانهای فاسدی می شوند، خرابی می شوند. خدا اشتباه کرده باشد که این آیات را اونجا فرستاده، علیاذ بالله این آیات را اونجا فرستاده. میگه نه، خدا اشتباه نکرده، شما اشتباه میکنید. ان الله کان لطیفا خبیرا. تا قرآن را ندانید ایمان شما درست نیست. تکبیر الله اکبر. خداوند لطیف و خبیره. پس آل بیت پیغمبر را بشناسیم که کی هستند. اول انصاران پیغمبر، بعدن آل علی. و آل علی را اگر ما میگویم آل پیغمبر هستند، به حدیث کسا اونا را ثابت میکنیم؟ چون اونا جز آل بیت نبودند از روی لغت و از روی آیات. اما علی رسول الله دید که اینا را زنان شامل شده، اونا را زیر ابا انداخت و گفت اینا اول آل بیت، دعا کرد خدا اینا را جز آل بیت من قرار بده. حدیث می خوانید اما معنیش نمیدانی. تکبیر الله اکبر، نکته دومی که میخوام بگویم این است که مقام صحابه را باید از روی قرآن و احادیث صحیح دانست، نه روایت های تاریخی. ما تاریخ را به طور کلی رد نمی کنیم، اما میگوییم که تاریخ پدر و مادر ندارد. مشخص نیست اینه که گفته، کی گفته، 300 سال بعد گفته، 400 سال. تاریخ تبری چنین چیزی را نمیشته، یکی اینطوری استناد می کند. در تاریخ تبری هست. آیا تاریخ تبری معتبره یا قرآن مجید؟ بله قرآن مجید این اصل اول ما، سند اول ما، مستند اول ما هست، قرآن مجید، نه تاریخ. کدام فقیه، کدام مجتهد از شیعه و سنی از روایت های تاریخی مسئله ایران، مسئله شرعی را استنباط کردند و گفتند در فلان تاریخ آمده، به شما اینطوری عمل بکنید. پس عزیزان من، مقام صحابه را، مقام صحابه چی؟ صحابه حضرت طلحه و زبیر باشند، چه عشره مبشره باشند، چه سایر صحابه باشند، چه ازواج رسول الله باشند، مقام اونا را ما از قرآن و احادیث صحیح باید استنباط بکنیم و درک بکنیم، نه از روایت های تاریخی. تکبیر الله. از نظر آل سنت همه آل بیت برای ما محترمند، امون طوری که احترام حضرت عایشه که مادر مؤمنان به تعریف آیه قرآن آیه 6 سوره احزاب هست، همون طوری که ما نسبت به حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها احترام قائل هستیم، همون احترام را بر حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها هستیم. اگر امروز کسی به حضرت فاطمه و دختران پیغمبر و حضرت خدیجه اگر کسی به احترامی بکند، ما در مقابلش میستیم، همون طوری که توهین به عایشه بشد ما مقابلش استاده ایم انشاءالله. تکبیر گفتم که توهین چی به حضرت عایشه باشد، چی به حضرت خدیجه باشد، چی به حضرت فاطمه باشد، برای من فرقی ندارد. ما اون کسی که توهین بکند در جلوی توهین کننده نیستیم انشاءالله. اگر حضرت عایشه، حضرت فاطمه، حضرت خدیجه ازواج رسول الله جز مقدسات ما نباشند، مقدسات را برای ما تعریف کنید. توهین اگر به مقدسات جرمه،
شما بگویید که عایشه جزء مقدسات آل سنت نیست، خدیجه جزء مقدسات آل سنت نیست، حضرت فاطمه جزء مقدسات آل سنت نیست، مقدسات ما پیغمبر جزء مقدسات ما، قرآن جزء مقدسات ما، سنت رسول الله جزء مقدسات ما، آل بیت رسول الله جزء مقدسات ما، این کلن جزء مقدسات ما هستند. هر کسی بنا توهین بکند، توهین به آل سنت باید در مقابلش بیستند. معنی مقدسات ما کی هم؟ عایشه اگر جزء مقدسات ما نباشد، پس ما مقدسات اصلا نداریم. صاحب بگوی شما اصلا مقدسات ندارید. بعضی افراد، بعضی از آیان طور صحبت می کنند گویا که در سر کوههای البرز یا در کوههای خالخال اونجا داخل یک روستایی یک مسجد چار متری صحبت می کنند، چار تا عوام الناس بی سواد جلوی اونا نشسته، نمی دانند که صحبت اونا در روز جمعه شد، این صحبت من فردا شب جهانیه. اونا باید مواظب صحبت های خود باشند، به مقدسات اهل سنت توهین نکنند. عایشه صدیقه جزء مقدسات ماست. اگر رواج تاریخی را تو دیده ای، ما به مسائل سیاسی کار نداریم که چی کسی با چی کسی عداوت دارد و چی کسی را آل فتنه و غیر فتنه میداند، ما به اون کار نداریم مسائل سیاسی. اما مثال زدن به مقدسات ما این توهین به ماست. باید افراد مواظب صحبتشان باشند که چی میگویند و به مردم چنین چیزهای را تاویل ندهند و چنین چیزهای را نگویند. همون عایشه‌ای که رضی الله تعالی عنها شما اسمش را میبرید، حضرت علی چه برخورد نیکی با اون داشتند؟ در همه کتاب هاست که وقتی که بعد از جنگ جمل که اونم انسانهای مغرضی و انسانهایی که جنایت کار بودن به گردن دو گروه انداختن، نه طلحه و زبیر در اونجا و عایشه جرم داشتن حضرت علی، این عقیده ماست. اما وقتی که اون مسئله پایان میافت که هم حضرت علی گریه میکرد که این چه مصیبتی شد و هم حضرت عایشه گریه میکرد که دیگران جنگی انداختند و تعدادی از مسلمانان کشته شدند،